اگه دلت شکسته، غمگینی یا که خسته، چارشیه یه لبخند. اگه تنها نشستی، حوصله‌ات سر رفته، چارشیه یه لبخند. اخباتو تو هم کردی، گره تو ابرو کردی، چارشیه یه لبخند. قوری گل قرمزی با توپ زدی شکستی، چارشیه یه لبخند. مشقاتو تو نوشتی، کار نداری نشستی، چارشیه یه لبخند. پرستو پندار کجا؟ جمعه ساعت 4 میاد، تو خونه تنها هستی، منتظرش نشستی، چارشیه یه لبخند. تو برنامه یه لبخند، فقط و فقط یه لبخند. دنیامو رنگا رنگه، با لبخند شادی ازت میریزه، با لبخند هر بچه ای عزیزه، با لبخند مهربونی زیاده، با لبخند شادی داره میباره، با لبخند دوستای خوبی باشی، با لبخند راهی قصه هاشی، با لبخند کنار هم میمونی، با لبخند پرستو قصه میگه، با لبخند پندار نمک میریزه، با لبخند شکر خدا میکنی، با لبخند همه رو دعا میکنی. شما کوچولوهای عزیز که الان نشستید و دارید برنامه لبخند رو تماشا میکنید، منم سلام میکنم به شما بچه های عزیز تو خونه. خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه ما اومدیم خدمت شما، برنامه رو اجرا میکنیم، خونه های شما مهمونیم و شما هم میتونید تو برنامه ما مهمون بشین. راه های تماس هم که میدونید، ولی براتون دوباره میگم، تلفن همونو که اون زیر نویس میکنن زیر تصویر، شماره داریم برای مخصوص اینه که پیامک بفرستید، بله. به اون شماره پیامک میزنید و میتونید به ما ایمیل هم بزنید، labkhand@sasevenpost.com. چیو میتونم برای ما ایمیل بزنم؟ عکس، نقاشی، ویدیو، هر چی که فکر کنید برای ما جالبه، یا اینکه مثل سمیرا برامون نامه بنویسید. بله، و یادتون نره که شما میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید و برنامه های ما رو اونجا ببینید. که وبسایت ما هم چی هست؟ sasevenpost.com. حتما برید اونجا، برنامه های ما رو اونجا تماشا کنید. بچه ها، امروز روز بسیار ویژه‌ایه. امروز روز بسیار ویژه‌ایه و من میخوام از طرف خودم و تمام تیم برنامه لبخند عید قیام و یا جشن رستاخیز عیسی مسیح رو به تمامی شما کوچولای عزیز هر جا که هستید و خانواده هاتون تبریک بگم. و اما اصلا عید قیام چیه؟ عید جشن رستاخیز همین چیه؟ من میخواستم از شما خواهش کنم که لطفا توضیح بدید اصلا جشن قیام چیه، جشن رستاخیز چیه. بله. و راجب توضیح بدید بچه‌ها. توضیح میدم بچه‌ها، جشن رستاخیز، رستاخیز یعنی چی؟ یعنی برخواستن، قیام کردن، بلند شدن. در این روز، در همین امروز، امروزی که الان هستیم، برای همین گفتم امروز بسیار ویژه‌ایه. عیسی مسیح رو مصلوب کردن. حالا مصلوب کردن یعنی اینم بگو. مصلوب کردن یعنی به صلیب کشیدن. اون زمان ها وقتی یه نفر کار اشتباهی میکرد و میخواستن اونو مجازات کنن و میخواستن اونو بکشن، اونو به صلیب میکشن. که صلیب، وقتی میخواستن به صلیب بکشن اینطوری، آره، روی یه چوبی که اینجوری به شکل صلیب بود دست و پاشو میخ میزدن و اونجا اینقدر میمون تا بله. و اما امروز ما میخوایم درباره مصلوب شدن عیسی مسیح صحبت کنیم. حالا قبلش بعدش اصلا چی شد که عیسی مسیح مصلوب شد؟ در واقع آره، در واقع الانم که پرستو میگفت، میگفت چه گناهکاران این کار میکنن. اصلا صحبت میکنیم که واسه چی عیسی مسیح که بی گناه بود اینجوری مصلوبش کردن. اما چرا مثلا شاریم؟ چرا میگیم جشن رستاخیز؟ اگه اجازه بدی، یادتون باشه بچه‌ها، اگه یادتون مونده باشه، هفته پیش ما راجع به زندگی عیسی مسیح صحبت کردیم که چیکار کرد، شرایط زندگی چطوری بود، اینکه مثلا معجزه میکرد، بیمارا رو شفا میداد، بچه‌ها رو چقدر دوست داشت، چقدر بهشون اهمیت میداد، چقدر محبت میکرد بهشون. و اینکه گفتیم عیسی مسیح چقدر آدم خوب
خوبی بود. آره چقدر آدم بود. چقدر کمک میکرد بقیه. اصلا هیچ کار اشتباهی نمیکرد، هیچ گناهی نداشت. اصلا چطور ممکنه کسی که نه اشتباه کرده، نه گناه کرده، نه کار بدی کرده، اونو مجازات کنن؟ گفتم که به صلیب کشیدن برای کسایی بود که خب یه کار اشتباهی میکردن، میخواستم اونا رو مجازات کنن. اما عیسی مسیح رو مصلوب کردن، عیسی مسیح رو بین کسایی که گناهکار بودن. حالا اینکه چرا این کارو کردن رو ما براتون میگیم، ولی ما اصلا ناراحت نیستیم به خاطر اینکه عیسی مسیح رو ناراحت کردن. چرا؟ چون ما ایمان داریم، مطمئنیم که این یه نقشه خدا بوده که باید انجام میشده، و به خاطر اینکه عیسی مسیح در روز سوم از مردگان قیام کرد، همونطوری که پرستو یعنی گفت، یعنی زنده شد، یعنی برمک پیروز شد. خیلی هم شاد و خوشحالیم به خاطر این مسئله. حالا هم میخوام یه آهنگ شاد قشنگ بخونیم که درباره همین روز قیام عیسی مسیح. بله من که آماده، اگه شما کوچولو عزیزم آماده هستید بریم یه آهنگ بخونیم. بریم قشنگی بود، من خیلی دوست داشتم. منم دوست داشتم خیلی. هم خب داشتیم چی که گفتیم؟ بله ما یک بار دیگه جشن قیام رو به همه شما دوستای عزیز عید قیام رو تبریک میگیم. یادتون نره اگه میخواید با ما تماس بگیرید، امروز مسابقه خیلی قشنگ هم داریم. بله. میتونید با همین شماره هایی که میبینید به ما زنگ بزنید. ولی اما اصلا چرا؟ میدونید عیسی مسیح خیلی خوب بود، ولی آدمایی بودن که بد بودن و عیسی مسیح رو دوست نداشتن و میخواستن که عیسی مسیح رو به صلیب بکشن، اون رو بکشن. آره ولی خب چرا؟ سوال من اینه که اصلا چرا اونا عیسی مسیح رو دوست نداشتن؟ مگه عیسی مسیح چیکار کرد؟ آره این سوال خیلی مهمی برای من، این سوال پیش میاد. خب عیسی مسیح، ما این همه راجع به صحبت میکنیم، اینقدر آدم خوبی بود، اینقدر محبت میکرد به همه، اینقدر همه رو دوست داشت. آره. بچه ها رو دوست داشت، به مردم کمک میکرد، فقیر بودن، اگه مشکل داشتن مریض بودن شفاشون میداد و اینقدر کارهای خوب انجام میداد. بله. خب این که باید کسی که خوبه که همه باید دوست داشته باشن. چرا نداشتن؟ میدونی چرا؟ چرا؟ بخاطر اینکه همونجوری که گفتیم عیسی مسیح خیلی خوب بود. اما اون کسایی که خوب نبودن، خب اونا خوب نبودن دیگه، یعنی چنین کار اشتباهی میکردن، ولی میخواستن به بقیه مردم نشون بدن که خیلی خوبیم. برای همین عیسی مسیح میرفت و بهشون میگفت این کارتون اشتباهه، خوب که این کارو میکنید، شما برای هم جلو مردم خوب باشید، هم خودتون خوب باشید. بعد وقتی که عیسی مسیح اینقدر خوب بود که مثلا در کنار اونا وقتی که بود اصلا معلوم میشد اونا بدن، برای همینم اونا عیسی مسیح دوست نداشتن و فکر میکردن که باید حتما عیسی مسیح رو بکشن تا بتونن از دستش بدن. آره که بدیهاشون دیده نشه. بله دقیقاً و این دلیلش بود. اما یه سال دیگه هم برای من پیش میاد، یعنی من مطمئنم برای
بچه های خوب تو خونه پیش میاد. اصلا سوال بذار قبلش چیزی رو بگیم. چی؟ اینایی که بد بودن و عیسی مسیح رو دوست نداشتن، داشتن مصلوب میکردن عیسی مسیح. بله. خب و در میدونیم که عیسی مسیح خیلی قدرت داره، خیلی قدیه، تمام آره این همه کارهای بزرگ انجام داده بود. درسته. تمام فرشته ها هم حرفش رو گوش میکردن. آره با اینکه این همه قدرتاش، اونا که داشتن بهش آسیب میزدن و میخواستن اون رو بکشن، چیکار کرد باشون؟ من مطمئنم که شخ خیلی از شما بچه ها فکر کنید که کاری نداشت که به فرشته ها دستور میده حساب همه شون رو برسن، یعنی کسی دیگه نتونه جلو بیاد، اصلا خودش حساب همه رو میرسید. نه اصلا آره یه کاری میکرد، آره یه رد و برقی یه چیزی بیاد، اصلا اما نکرد که این کارو رو مسیح چکنم از این کار نکرد. چیکار کرد؟ آره عوضه کار خیلی قشنگ کرد، خیلی بزرگ، خیلی مهم، رو کرد به آسمون، به خدای پدر دعا کرد، گفتش که خدایا اینا رو ببخش، اینا نمیدونن دارن چی کار میکنن. ببینی بخشید و براشون دعا کرد که اونا آدم های خوبی بشن. پس میبینی بخشش خیلی 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 مهمه، در صورتی که این قدم قوی باشی ببخشی دیگه. آره خیلی مهمتره، بتونی قوی باشی و قدرت داشته باشی که هر کاری که میخوای و بکنی اما ببخشی. و سوال ما امروز از شما دوستان عزیزی که به ما زنگ میزنید، اگه شما بودید چیکار میکردید؟ آیا مثل عیسی مسیح دشمنانتون رو میبخشید؟ آیا به فرشته ها دستور میدادید که حساب اونا رو برسن؟ یا شب خودتون اصلا حسابشون رو میرسید؟ میزدینشون؟ آره؟ مثلا چیکار میکردین؟ بریم ببینیم که این دوست عزیزی که به ما زنگ زده نظرش چیه. سلام سعید جون 7 ساله به ما زنگ زده. خانم خوبی؟ خوبی سعیده؟ بله خوبم. روز عید قیامو به شما تبریک میگیم سعید جون. خیلی دوستت داریم سعید جون، مرسی که به ما زنگ زدی. همه مبارک. مرسی عزیز دلمی تو. مرسی، روز قیام شما خانوادتون هم مهم. قربونت دارم. من شنیدیم منو پندار داشتیم. آره، چی آره. گفتیم الان؟ سوالمون رو میخوام ازت بپرسیم. امروز روز تولدت سعیده؟ تولده؟ تولدت مبارک. میشه با تلفن صحبت کنی سعیده جون؟ آره مرسی. آخه صدات خیلی دیر میرسه به ما. تولد مبارک عزیز دلم. این ماچ هدیه ما، یه آهنگ قشنگ هم برات امروز میخونم. چند سالت شده سعید جون؟ آهنگم برام بخونی. چشم حتما. امروز 7 ساله چون 8 ساله امروز میری تو 8 سال. بله بگه تشویق کنید بچه های سعید رو. بله تولدت هم مبارک، حتما برات آهنگ میخونی. سوالم بپرس ازت. بفرما شما بپرس. ببینم اگه تو به جای عیسی مسیح بودی اینقدر قدرت داشتی، اونایی که داشتن اذیتت میکردن و مصلوبت میکردن، تو باهاشون چیکار میکردی؟ مرسی عزیز دلم. با میدونی با تلفن چون صحبت آره. میکنه صدای ما رو دیر میشنوه، به خاطر همه متوجه سوال ما نشد. مرسی که زنگ زدی. پندارم تو رو خیلی دوست دارم. ما هم شما رو خیلی دوست داریم سعید جون. اینم ما برای شما. مرسی که زنگ زدی. دوستای عزیزم خواهش میکنم وقتی که به ما زنگ میزنید صدای تلویزیونتون رو کم کنید، با تلفن با ما صحبت کنید که ما بتونیم راحت با شما صحبت کنیم و حرفای همدیگر رو خوب متوجه بشیم. اگر میخواین صدای خوشگلتون رو بشنوین، ثبت کنید تکرار برنامه که پخش شد. فردا صبح ساعت 8:30، یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر و سه شنبه ساعت 5:30. موقع گوش کنید صداتون. سلام. ابوالفضل جان به ما دارن زنگ میزنن. خوبی ابوالفضل؟ 13 ساله از خوزستان. آقای ابوالفضل سلام. خوبی؟ آره. عید قیامو به تبریک میگیم. عید قیامت مبارک. مرسی عزیزم. سوال برنامه پرستو ازت میپرسه. من ازت میپرسم آقا فرز جون، اگه گوش داده یعنی گوش دادی به برنامه، اول برنامه رو تماشا کردی، ما گفتیم که سلام قربونت دارم، ما گفتیم که عیسی مسیح خیلی قدرت داشت که هر کاری که میخواست انجام بده، ولی اون دشمنانش رو بخشید. اگه شما بودی چیکار میکردی؟ میبخشیدی؟ حسابشون رو میرسیدی؟ یا خب به فرشته ها دستور میدادی حسابشون رو برسن؟ چیکار میکردی شما؟ میبخشیدی. آفرین به تو. چرا میبخشیدی؟ میشه این سوال ازت بپرسم؟ چرا؟ چرا یکی که دوست نداره رو باید ببخشی؟ چون که ایشون مسیح به ما داشت درس میداد با این کارش دیگه. نه؟ داودی
به ما داشت عیسی مسیح درس میداد با این کاری که کرده بود، چون هر کاری که میکرد ما باید اون الگو قرار بدیم، ببینیم عیسی مسیح چیکار کرد تو اون شرایط قرار گرفت، ما هم همون کارو بکنیم. پس ما هم از اون درس یاد میگیریم که باید ببخشیم تا محبت زیاد بشه. به خاطر مکمل و خدا و خدا یک به یک انسانی کمک کرد که گرسنه بود و داشت که یکی از نسل‌های جدید به اون نسل پیدا کرد و عیسی مسیح به همه کمک میکرد. و میدونی چیه؟ و اگه قرار باشه یکی که به ما بدی میکنه، فکر کنم ابوالفضل جان منظورش اینه که اگه ما بخوایم یکی که به ما بدی میکنه جواب که بدی رو با بدی اگه بدی ما هم بهش بدی کنیم، خب اون وقت فرقی نکردیم با اون شخص، درسته؟ با اون کسی که داره کار بد میکنه اون وقت ما هم فرقی نداریم. ولی اگه مهربونی کنیم یا مثل عیسی مسیح اونو ببخشیم و براش دعا بکنیم که اون تبدیل بشه به آدم بهتری، به آدم خوبی تبدیل بشه که دیگه بدی نکنه. خب آره. خیلی مهمه. جانم نشنیدم عزیزم. داوودی میگه فامیلیمو ننوشتیم. بله، ابوالفضل داوودی. مرسی که زنگ زدی به برنامه‌مون. مرسی. خدافظ. بله بچه‌های عزیز، فکر کنم بهتره که تا بچه‌ها به ما زنگ بزنن و بگن که اونا چیکار می‌کردن تو اون شرایط قرار می‌گرفتن. اگه تو اون شرایط قرار می‌گرفتن آیا دشمنانشون رو می‌بخشیدن یا حسابشون رو می‌رسیدن؟ تا شما ما زنگ بزنید بهتره که بریم یه میان برنامه خیلی قشنگ برای شما. تلفن داریم. اشکال نداره. اول تلفن جواب بده. پرستو 7 ساله. گفتم پرستو. من پرستو ام. اینم پرستوئه. خوبی؟ پرستو، نه تو، اون پرستو. پرستو سلام، خوبی؟ سلام. جانم عزیزم، من خیلی خوشحالم که یه پرستو زنگ زده به من. ما الان شدیم 2 تا پرستو. آره. عید قیام مبارک. امیدوارم که مرسی عزیزم. الان پرستوها ببین عید قیام مبارک پرستو. بگو تو برنامه‌مون دیدی میدونی سوال ما از بچه‌ها چیه یا برای تکرار کنم؟ پرستو سوال برنامه رو شنیدی؟ برنامه ما تماشا کردی از اول؟ یا الان تازه تلویزیون روشن کردی؟ خب همونجور که بهت گفتیم عیسی مسیح. خب پس سوال میتونه بپرس. سوال بپرس، تو بپرس. میخوام بگیم که اگه تو به جای عیسی مسیح بودی، یه عده داشتن تو رو اذیت میکردن، بهت صدمه میزدن و تو رو دوست نداشتن، تو یه عالم هم قدرت داشتی و زورت به همشون هم میرسید، به جای این چیکار میکردی؟ میزدیشون، از بین میبردیشون، به فرشته ها دستور میدادی حسابشون رو برسن، یا اینکه میبخشیدی، دعا میکردی به خدا که اونا رو هم ببخشه و اونا رو به آدم های بهتری تبدیل کنه؟ گفتی میبخشیدم. پرستو گفتی میبخشیدم؟ یه تشویق بکنیم پرستو رو، نه به خاطر اینکه اسمش مثل من پرستوه. آره یه بدر، حالا به خاطر اونم تشویق. حالا بگو چرا میبخشیدی؟ چرا اونا رو میبخشی؟ اونا که داشتن تو رو اذیت میکردن. به خاطر اینکه چرا دوست داشتی؟ با محبت. به خاطر اینکه با محبت خارها گل می شود. آفرین پندا، از محبت اون. حالا اصل اون محبت، اصل اون گله. این همه چیزای خوب تو این شعر بود، فقط همون عذابا. بذار بچه حرف بزن. بگو قربونت برم پرستو جو. می میگه پرستو زنگ میزنه نمیزنه؟ نه نه، این یکی پرستو اینقدر حرف میزنه. بگو پرستو جونم، عزیز دلم، بفرما. بگو قربونت برم. الو صدامو میشنوی؟ پرستو میشنوی؟ بگو از دل من. گفتی چرا؟ چرا میبخشی؟ قربونت برم. عیسی مسیح خیلی مهربون بوده. آفرین. و تو هم میخوای مثل اون باشی، درسته؟ بله، تو هم میخوای مثل عیسی مسیح مهربون باشی. مرسی که ما زنگ زدی پرستو جون، خیلی دوستت داریم. اگه تلفن دیگه نداریم بریم، آقای لقمانی منتظر ماست، میخواد برامون درباره عیسی مسیح و روز
مصلوب کشیدنش صحبت کنیم. بریم برنامه قشنگو ببینیم و ببینیم. سلام بچه های گلم، عزیزای دلم، خوبی بابا جان؟ سلامتی؟ خوب هستین؟ دماغتون چاقه؟ خب خدا رو شکر. امروزم بچه من میخوام براتون از کتاب مقدس آموزشی برای بچه ها براتون بخونم و قسمتی که انتخاب کردم امروز براتون بخونم در مورد مصلوب شدن عیسی مسیحه. بله، میدونی که چی داشتم میگفتم؟ داشتم راجبه روز مصلوب شدن عیسی مسیح میگفتم که عیسی مسیح رو دستگیر کردن، آوردن مصلوبش کردن و با اینکه بیگناه بود و هیچ کار بدی انجام نداده بود، ولی اومدن بین دو تا آدم خطاکار و گناهکار اونو مصلوب کردن. حالا از اینجا براتون میخونم که با اینکه وسط روز بود آسمان تاریک شد، همون روزی که عیسی مسیح روی صلیب بود. تاریکی همه جا رو گرفته بود. بعد عیسی گفت تمام شد. یعنی در واقع عیسی مسیح با مرگش روی صلیب به جای همه ما انسان‌ها تنبیه شد و مجازات شد. بله. و وقتی که گفت تمام شد، ناگهان زمین لرزید. پرده هیکل یا همون معبد مقدس از وسط پاره شد. بعد عیسی گفت پدر، روحم را به دست تو می سپارم و آخرین نفسش رو بیرون داد. سربازان رومی ترسیده بودن. یکی از اونها گفت واقعا که او پسر خدا بود. بله. و یوسف رامه‌ای اومد عیسی مسیح رو برداشت، برد توی یه قبری که مال خودش بود گذاشت و یه سنگ خیلی بزرگ هم آورد گذاشت همین در قبره. بله. حالا بچه ها، اینجا نوشته آیا تا به حال برایتان پیش آمده که نفر رو خیلی دوست داشته باشید و اونو از دست بدید؟ دوستان عیسی خیلی ناراحت بودن چون اونو از دست داده بودن. چون رو خیلی دوست داشتن، عیسی میدونست که اونا ناراحت میشن، ولی او باید میمرد تا ما روزی در آسمان با او زندگی کنیم. یعنی که عیسی مسیح با این که میدونست خودش بیگناهه، برای اینکه ما نجات پیدا کنیم قبول کرد که بره روی صلیب. بله. پس بچه های عزیز، منم این قصه را از این کتاب گفتم، این داستان واسه تو نقل کردم از کتاب مقدس بچه ها. امیدوارم که شما هم مثل من هر دفعه که این قصه ها و داستان های کتاب مقدس میخونم لذت میبرم، شما هم لذت برده باشید. پس تا یه برنامه دیگه که من باز میام پیش شما، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار شما باشه بابا جان. بله. بله دوستای عزیز، اینم از میان برنامه قشنگ آقای لقمانی که درباره چی صحبت کرد؟ روز مصلوب شدن عیسی مسیح صحبت کرد که چه اتفاقاتی افتاد. بله. و از کتاب مقدس که مخصوص بچه هاست برای ما خود. بعد بهتون یه چیزی رو بگم بچه ها، حتما حتما فقط با شماره هایی که این پایین نوشته به ما زنگ بزنید، تماس بگیرید و شماره پیامک ما فقط برای ارسال پیامک هستش ممنونه. به اون تلفن زنگ. بله. تلفن داریم. آروشا سلام. آروشا 9 ساله از سوئد. خوبی آروشا جون؟ سلام. سلام. خوب هستی؟ حالت خوبه؟ مرسی که به ما زنگ زدی. عید قیام مبارک عزیزم. عید قیام شما مبارک. خوبی عمو؟ آروشا؟ بله. خوبی؟ حالت خوبه؟ بله. عید قیامتون مبارک. دیدی برنامه ما رو؟ فهمیدی که سوال مسابقمون چیه؟ میخوای جوابش به ما بگی یا برای تکرار کنم؟ تکرار کنم. بگو. من مثلا میگم اگه تو به جای عیسی مسیح بودی، اون هم قدرت داشتی، فرشته ها همه دور و برت قوی،
همه آماده بودن که تو دستور بدی حساب اونا که داشتن تو رو اذیت میکردن برسی، ولی از هیچ کدوم از این قدرتات استفاده نمیکردی یا نمیکردی، اونا رو میزدی، اونا رو چیکار میکردی؟ یا مثل عیسی مسیح میبخشیدی و براشون دعا میکردی. چیکار میکردی؟ میبخشیدی. آفرین آروشا، آفرین. بخشیدی خوبی هست. چقدر بچه چرا میبخشیدی حالا؟ چرا عزیز دلم آروشا جون؟ چون که ما بردههای خودیم، باید حرف خدا رو گوش بدیم. آفرین. حرف خدا چی بوده؟ گفته که چیکار کنین؟ محبت کنیم. محبت کنیم آره. چی؟ محبت، بخشش. و عیسی مسیح گفته چی؟ گفته ببخش تا بخشیده بشی. آره. مرسی عزیز دلم آروشا جون که به ما آروشا زنگ زدی. میخوای تو مسابقه برنامه منم شرکت کنی؟ بله. آفرین. خب بریم تو مسابقه منو. آره اینم پرستو براش توضیح میده. مسابقه امروز ما یک پازله، اما این پازل ما نیمه تمامه، یعنی یه قسمتایی 9 تیکه این پازل ما کامل نیست. ناقصه الان. و شما باید بگید که کدوم خدام. یکی از مثلا حرفا. مثلا بذار من یکیشو بگم. مثلا نسیشو بگو اسمشو. ب میره شماره ب میره ب میره جای یک. جای شماره یک. بریم ببینیم، بریم ببینیم. بریم ببینیم. آروشا هم نگاه کن ببین که چه چیزی این مسابقه حل می‌کنه. به یک. آفرین پرستو. حالا نوبت آروشا. تو نگو دیگه، تو منم نمیگم آروشا بگی. بگو ببینم آروشا جون، تو میگی که کدوم حرف به کدوم شماره؟ و میره توی سه. و گفتی عزیزم؟ و یا یه؟ آره. منظورت واوه. آره و. آره و. واو. واو به کدوم شماره؟ دیگه واو. واو گفتی یا زه؟ میره به نو. واو میره به نو. درسته. درسته. من که نمیدونم ببینیم. درسته. درسته. آفرین به تو. آفرین درست بود. آفرین که درسته. آفرین. مرسی از دلم که به ما زنگ زدی. مرسی که زنگ زدی. خداحافظ. منتظر تلفن بچه‌ها هستیم که زنگ بزنن. اگه گفتی این پازل ما که داشتیم نگاه می‌کردیم چی بود؟ آها. این به برنامه امروزمون ربط داره ها. این تازه البته به اون صحبت به قصه‌ای که و نه آقای لقمانی تعریف کرد. مقدس هم خونی قسمتو. حالا نمیگیم. اگه بچه‌ها خودشون زنگ زدن میدونستن به ما بگن. آره شاید بچه‌ها بعضی برات بودن. بپرسیم از بچه‌ها ببینیم بلدن. سلام خوبی؟ سلام عزیزم، اسمت چیه؟ آویتا. آویتا جون 8 ساله است. تاکستان. به به دوستای خوب تاکستانی ما چطوری؟ سلام همه بچهای تاکستان. دلمون خیلی براتون تنگ شده بود. آره. بریم مسابقه و آویتا جون ببینیم چی کار میکنه. آویتا. آویتا دیدی قسمت قبل که بچه ها حل کردن جواب مسابقه رو دادن، میدونید که چجوری ها برات توضیح بدن؟ مطمئنم میدونه. حتما میدونه. بلدی چجوری مسابقه رو انجام بدی بازی کنی؟ باید به ما بگی کدام حرف به کدام شماره که پازل ما تکمیل بشه. یه سوال قبل از اینکه بگیم، بگو ببینم این عکسی که داره میبینی میدونی چه تصویریه؟ این چیه کلن این پازله که قرار کاملش کنیم؟ میدونی عکس چیه؟ آقای لقمانی راجبش توضیح داد. آبی تا جون بدی نداره. اشکال نداره. ولی خب بله بچه ها، تو این قسمت برنامه قبل اینکه بچه ها ما زنگ بزنن، ما میخواییم درباره این صحبت کنیم که به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح جزئی از نقشه خدا برای ما بود. تا چی؟ تا ما با ایمان آوردن به اون بخشیده بشی و نجات پیدا کنی. و جالبه بدونید بچه‌ها، ما شاید فکر کنیم که مثلا اینکه عیسی مسیح نمیدونسته مثلا چه اتفاق، ولی نه اینطوری نبود. قبل از اینکه این اتفاقا بیفته و این مسائل پیش بیاد و مصلوب بشه، این خودش همه اینا رو میدونسته، برای شاگرداش هم تعریف کرده بوده و به اصطلاح میگن پیشگویی کرده بود. یعنی قبل از اینکه اتفاقا بیفته همه اینا رو میدونسته و دربارش صحبت کرده بوده و خودش اجازه داده. بله بریم یه تلفن جواب بدیم. محدثه 9 ساله از اصفهان. سلام محدثه. سلام محدثه جون. چطوری؟ خوبی؟ سلام خاله پرستو. سلام عزیز دلم. خوبی؟ عید قیام مبارک.
مبارک. خب بگو ببینم تو میدونی جونم عزیزم. بله حالا چرا تماس زنده نیست جانم؟ بگو بگو عزیزم میخوای جونم عزیزم بگو. سلام عزیزم خوبی؟ بریم تو مسابقه شرکت کنیم محدثه جون؟ بله بریم دختر گل. قبل از اینکه تو مسابقه شرکت کنیم بذار بپرسیم ازش میدونی تصویر چی هستن که داریم تکمیلش میکنی؟ فکر میکنم سخته بذار خب شاید بدونه خب میگه نهایت که میگه نمیدونم دیگه اشکال نداره که. جونم عزیز دلم بگو قربونت برم. اولین بارم که با شما تماس گرفتم. مرسی عزیزم، ما هم تو رو خیلی دوست داریم. اینم یه ماچ برای تو محدثه جون دختر گل. نه دیگه میگه من که فقط خاله پرستو رو دوست داری با اون صحبت کردی منو دوست نداشتی؟ نه دوست دارم. نه من برم محدثه پندار من برم برای قهر میکنه میگه نه دوستشونم. اصلا کار خوبی نیست بیا من اصلا محبت دوستی عشق و صفا جون عزیز دارم. بریم تو مسابقه شرکت کنیم. بریم عزیزم بریم. خاله شما هم دوست دارم میگه شما من دوست دارم میگه خاله دیگه عمو هم من خاله پندار رو دوست داره تو هم دوست داره پهندار. بریم تو مسابقه شرکت کنیم قربونت. بریم بگو کدوم حرف به کدوم شماره. بگی اذیت نکنید دیگه بچه‌ها. من اذیت نمی‌کنم که بریم. باره بدیه اصلا. بگو محدثه جون قربونت برم که اولین بارم هست به ما زنگ زدی. بگو کدوم حرف به کدوم شماره. بگو زود باش. بله وقتت داره تموم میشه. تازه رو میخواییم تکمیل کنیم قربون برم کدوم حرف به کدوم شماره. میبینی اصلا تصویر رو قربونت دارم. سمت چپ دو. سمت چپ کدوم قربونت دارم. سمت چپ زیاد حرف داریم. آ جیم دال نون کدوم عزیزم. ز به دو ز که وسطه که چپ اشکال نداره. خب بریم ببینیم ز به دو. بریم ببینیم اشتباه بود که مرسی که زنگ زدی. بریم بچه ها دیگه هم شاید بخوان زنگ بزنن دیگه. یه بار دیگه امتحان کن قربونت برم. مثلا حرف ز ببین خانم داره دوست داره باشه بگو حرف ز به حرف ز دال به دو بریم ببینیم حرف دالو داریم. مطمئنی؟ ببین من بذار کمکت کنم. دال به دو نمیشه. یه چی دیگه است؟ دال به دو. نه ببین یکم فکر کنم قربون دارم یکم نگاه کن. دال به نمیبینی که 15 ثانیه طول بکشه رو ببینه. نه عزیزم ببین نه دال به 6 گفتی. دال به 6 بریم ببینیم همون کنی دال به 6 من بگو بله بگو بله بریم ببینیم دال به 6 جونم از زمان محدثه. آفرین درست جواب دادی. ببین فقط کی بهت کمک کرد. با کمک پندار مرسی ببین. محدثه خاله بایستان نگاه کرد فقط. مرسی که زنگ زدی. خداحافظ محدثه از اسفان. حتما به ما زنگ بزن. بریم یه تلفن دیگه جواب بدیم. یه تلفن دیگه اگه داشته باشه. بله داریم بله منتظر تماس ها هستیم همچنان. قطع شد متاسفانه. تلفن دیگه نداریم. داریم. سلام خوبی؟ الو سلام. دلنیا 5 ساله هست کرد. خوبی عزیز دلم؟ سلام. سلام قربونت برم. خوبی؟ مسابقه مونو بلدی شرکت کنی؟ دلنیا گلی فدات شم. بریم تو مسابقه شرکت کنی. بریم قربونت برم. بگو کدوم هست
به کدوم شماره تا این از پدر مادرتم کمک بگیر، چون حتما مدرسه درس شاید حرفا رو بلد نباشی یه شماره ها رو کمک بگیر به اون بگو. آره آفرین به تو. بگو جا جور کدوم بگو دیگه حرف چی عزیز دلم نشینم کدوم حرف دلیا چی دلیا جور بگو دیگه کدوم حرف به کدوم شماره حرف مامان بابا تو گوش کن بگو ز به سه ببینیم ما آماده ایم که برای دست بگیم من آماده ام تشویقت کنم از همین الان ز به سه کامپیوتر تو قلبم دلم آفرین به به خورشید ما هم درست شد آره خورشید آره آسمون خورشید قربون دست دادیم بالای پازل ما رو تکمیل کردیم مونده فقط وسطاش مرسی که زنگ زدی عزیز دلم مرسی از با مامانت هم تشکر میکنیم که به تو کمک کردیم که زنگ بزنیم آره من تا الان اسمش رو نشنیده بودم بازم به ما زنگ بزن بریم ببینیم یه پیامک هم بزن اگه دیگه چه کار میکنه بله این یه تلفن دیگه داریم سلام سلام عزیزم خوبی؟ سلام. رامتین از شه سوار حال شما چطور؟ رامتین 8 سالش از شه سوار بریم تو مسابقه شرکت کنیم بریم زود بله بریم بریم بلدی چه جوریه دیگه خود بلدی نه ببینیم این بازیکن چه میکنه بلدی کدوم حرف کدوم شماره سلام آقا رامتین خوب عید قیامت مبارک دوست داریم رامتین منم دوست دارم خیلی زیاد سلام مرسی بریم قربونت برم الف کسی حرف الف یه به دو یه به دو ببینیم ببینیم یه به دو منتظر یه به دو هستیم که بره سر جا یه به دو یه به دو ببینیم درسته بله درسته آفرین به تو واسه این ترقه مرقه ها زدن درست زدن یه به دو درست که آب داره تمام شد آفرین به تو آفرین مرسی که زنگ زدی جون خیلی دوست داریم امروز خیلی دوستای عزیزی برای اولین بار به برنامه زنگ میزنن جدید هم ما خیلی خوشحالیم کلی دوستای جدیدی داریم پیدا میکنیم بریم ببینیم بریم یه میان برنامه ببینیم یکم خستگی در کنیم در یه صبح آره یه آهنگ قشنگ یه انیمیشن خوشگل درباره صبح حالا ما یاد بگیریم که صبح خواب پا میشیم چیکار باید بکنیم بریم ببینیم و بازاجه صحبت کنیم استراحت کنیم برمیگردیم و ادامه میدیم مسابقه رو بریم برگردیم پاشین بچه ها پاشین بچه ها یه صبح زیبا سلام به عیسی مامان و بابا خوش رو
صبح زیبا. بچه‌های عزیز با هم دیگه میان برنامه قشنگی رو دیدیم و یاد گرفتیم که صبح‌ها که از خواب پا میشیم چقدر خوبه که صبحمون رو با یاد و نام خدا و دعا کردن شروع کنیم. میخواستم یه قسمتی از کتاب مقدس رو بخونم، کتاب مقدس کودکان رو برداشتم. پندار گفتش که عیسی مسیح پیشگویی کرده بود و خودشون میدونست که قراره که اونو بکشن و به صلیب بکشنش. میدونید من گفتم یه قسمت از کتاب مقدس رو براتون بخونم، یه آیه از کتاب مقدس رو بخونم که عیسی گفت وقتی من از این جهان بروم دوباره برمیگردم، این بار با جلال و شکوه میآیم و بر روی تخت پرشکوهی خواهم نشست. پس دیدیم که از این آیه که خوندم عیسی مسیح خودش میدونستش که گفته تو این آیه که وقتی که مرد برمیگرده و ما اینجا میبینیم که وقتی عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن در روز سوم عیسی مسیح چی شد؟ عیسی مسیح قیام کرد و بر مردگان پیروز شد و دوباره زنده شد. عیسی مسیح همیشه پیش ما زنده است و ما اینو دیدیم. بریم تو مسابقه شرکت کنیم و دوست عزیزی که الان به ما زنگ میزنه. سلام عزیزم. سلام عزیزم. هانا 7 ساله از نیشهر. هانا جون خوبی؟ هانا جون قربونه برم. خوبی؟ عید قیام مبارک. بریم تو مسابقه زودتون سریع قبوله؟ بریم سریع تو مسابقه. بریم بریم یه مسابقه خوب داشته باشیم، ببینیم چه میکنه هانا. شرایط مسابقه رو میدونی که باید بازی نمیکنیم که. پندار جون بریم با هیجان. بریم هانا جون، بریم. 4-7 مونده و 4-4. بلدی هانا جونم که چه جوریه؟ بگم بگی که کدوم حرف کدوم شماره. آفرین به تو که بلدی. بگو منتظر جوابتیم. بگو میبینی عکسشو از تلفن؟ آره قربونت برم. اگه صدای تلویزیون زیاده کم کنی خیلی ممنون میشم، چون من دارم صدای خودم میشنم. دقیقا منم صدای براتون میشنم. جالبه ها. بریم. هنوز داری گوش میکنی؟ با تلفن، با تلفن. نه دیگه قربونت برم، صدای تلویزیونتون رو کم میکنی بی زحمت و با تلفن با ما صحبت کنی؟ چون بچه های دیگه منتظرم با ما صحبت کنم، بعد مجبورم خیلی منتظر باشم. توی اصلا خوب نیست. آخ متاسفم که تماس ما قطع شد. بچه‌ها اشکالی نداره، دوباره زنگ بزنید. بریم ببینیم دوست عزیزی دیگه که به ما زنگ زده. امیر حسین 10 ساله است، شیراز به ما زنگ زده. به به دوستای شیرازی خوبی؟ سلام. قطع شد تلفن. دوباره زنگ بزن، دوباره زنگ بزن، ما هستیم اینجا منتظرتیم. بله زنگ بزن ما صحبت کنیم. تلفن دیگه داری؟ داریم. بله دوست عزیزمون اسمش چی؟ از تهران. فائقه 7 ساله از تهران. سلام فائقه جون، حالت خوبه؟ خوبی عزیز دلم. سلام. الو خوبی؟ سلام. سلام عزیز دلم. حال شما خوبی؟ صدای ما رو میشنوی فائقه جون؟ الو تصویر ما رو داری؟ تصویرمون رو که حتما داره، الان مشکل سر صداست. صدای ما رو داری؟ عزیزم بریم تو مسابقه شرکت کنیم عزیز دلم. آره بریم عزیز دلم. بگو بگو کدوم حرف کدوم شماره که این تصویرمون کامل بشه. نگه تکون ندی. چی میشه مگه؟ کدوم حرف کدوم شماره؟ بیا همش من دعوا میکنم. بله بگو بگو قربونت برم عزیز دل من. از طریق تلفن با ما صحبت کن، صدای تلویزیونتو کم کن به خاطر اینکه یه تأخیری هست و وقتی که شما داری از تلویزیون صحبت میشنوی صدای ما رو خیلی طول میکشه. طول میکشه ما صدای ما به شما برسه و شما جواب بدی به ما. بچه‌های دیگه آره بله بچه‌های دیگه پشت خط میمونن و ناراحت میشن قطع میکنن. عزیز دلم الان اونای دیگه هم که پشت خط منتظرن که ما حرف بزنن لطفاً این رعایت بکنن که با تلفن صحبت کنن، که تلویزیونشون رو ببندن که سریع با هم بتونیم بازی کنیم. الان ببینی هر چقدر ما منتظریم که جواب سوالمون رو بده نمیتونم با هم ارتباط داشته باشیم. عزیز دلم کدوم حرف به کدوم شماره؟ صدای ما رو میشنوی؟ الان اصلا جواب نمیده. اگه میخوام بریم سراغ شگر جانم من یه صدای شنیدم. ته برای هشت. بریم ببینیم. ته برای هشت. بریم ببینیم. بریم. یه دونه رو باید بگیم. بیشتر نگی ها.
ته برای هشت بریم ببینیم. مرسی که زنگ زدی. دیگه صدای تلفنتو کم کن. نه. صدای تلویزیونتو. این همیشه میگه. همیشه میگه صدای تلفنتو کم. صدای تلویزیونتو کم کن. ببخشید. اشکال نداره. بریم دوست عزیز. یه تلفن دیگه داری. سلام، خوبی؟ سلام. آره. دلارام خانوم 7 ساله از ساری. دلارام جون عزیزم، 3 تا حرف مونده و 3 تا شماره. و شما ببینیم چیکار می‌کنی. بگو کدوم حرف بری. به کدوم شماره. بگو عزیز دلم. سلام. بگو قربونت برم. سلام، خوبی؟ سلام به روی ماهت. سلام. چشمون سیاهت. سلام. سلام عزیز دلم. سلام. تلفنت رو چرا گوشته میدی؟ جونم نون بره به 5. نون بره به 5. بریم ببینیم. نون بره به 5. بریم ببینیم اون نونه. نون منظورش حرفه. نون آقا این حرفه نون. بریم ببینیم. آفرین. آفرین به شما که درست جواب دادی. مرسی که زنگ زدی. خیلی دوست داریم. خدافظ عزیز دلم. اگه تلفن نداریم بریم یه آهنگ خوشگل قشنگ بخونیم در قیام عیسی. من که موافقم. اگه تلفن نداریم بریم یه آهنگ قشنگ بخونیم. بخونیم میخونیم. واسه همه بچه ها دلهای ما شاد شده چون که عیسی پیش ماست. باید اینو بدونیم کدوم خوبه چی زیباست. حالا که عیسی اینجاست پیش شما بچه ها قدرشو خوب بدونید نجات دهنده ماست. اومد آهای بچه ها روز قیام عیسی. چه روز خوب و شادی واسه همه بچه ها. حالا که عیسی اینجاست پیش شما بچه ها قدرشو خوب بدونید نجات دهنده ماست. به به چه سر قشنگی. کلاه هم؟ آره کلاه دادا. اشکال نده کلاه دیگه باد میبره بعضی وقتا. بریم مسابقه و این پازل ما تکمیل کنیم. بچه ها که زنگ زنگ زدن. مشکل همین بچه ها بودن که زنگ زدن. اشکال نداره. الان دوتارم مائده جون 10 ساله از مشهد. مائده الان یکی از این دوتا رو حل میکنه. سلام مائده، خوبی؟ خوبی عزیزم. سلام. دوست داری مائده؟ دوست داری ما دوست داری؟ شما هم باره دوست داری؟ بله. ما دو برابر تو دوست داری. آره ما. آره اینم آره. ببین ما چقدر دوست آره. داریم. خب بریم مسابقه. ببینیم شما چی کار میکنیم. سلام مسابقه. بریم قربونت برم. خوبی مسابقه. بریم مسابقه. دو تا حرف مونده دو تا شماره. دو تا حرف مونده دو تا شماره. یه دونش تو باید حل کنی الان. خیلی هم راحت. بگم الان؟ بگو الان. چرا که نه؟ بگو. خب نمیشنم. چرا نمیشنم؟ بگو ما میشنویم. بگو. جرو هفت. بریم ببینیم. درسته. آفرین. درست جواب دادی. درست جواب دادی. مرسی.
مرسی که مرسی زنگ زدی قربونت برم. خیلی دوست داریم. خدافظ. خیلی وقت دیگه مونده. یه حرف دیگه مونده. کسی نه زنگ نزده. خیلی هم آسونه دیگه من. خب تا شاید بچه زنگ بزنن بذاریم من راجع به این اصلا تصویر بگم. این تصویر که میدین یه جای بوده که قدیم کسایی که میمردن میذاشتن توی اون غار مانند بوده، یه جاهایی بوده بسته بوده، بعد یه سنگ خیلی خیلی بزرگم خیلی ببین خیلی بزرگ، یعنی چند نفر خیلی بزرگ که 5-6 نفر آدم قوی باید اونو هول میدادن میبردن میذاشتن دم غاره که بسته شه. خیلی قوی بودن. من خیلی قوی بود اونا که هولش دادن. بعد این تصویر اونه، این همون تصویر ما جایی که عیسی مسیح گذاشتن اونجا بعد از اینکه از صلیب آوردنش پایین بردن گذاشتن اونجا. آره. بعد در روز سوم یکی از شاگرداش، یکی از کسایی که با عیسی مسیح بود، رفت دید که مریم مجدلیه بود، رفت دید این سنگ به اون گندگی رفته کنار. آره. کی مرده کنار رفت دید. آره دیگه آقای لقمانی تعریف کرد که دیگه. آره. چی شد دیگه، بعدی که عیسی مسیح اونجا نیست بعد دید نیست، تا اون موقع بود که یادش افتاد که عیسی مسیح خودش پیشگویی کرده بود، گفته بود که من روز سوم زنده میشم و خودم میام بیرون. یه تلفن زنگ بزنم پیروز میشم. پیروز میشم. بریم تلفن داریم. نرگس جون 11 سالشه عزیز دلم، از کجا زنگ میزنی؟ یه سوال سخت مونده نرگس، آخه چجوری میخوای اینو جواب بدی؟ من نمیدونم کدوم حرف کدوم شماره اصلا. خیلی باید فکر کنی. بگو اصلا. نکن دیگه پندار. اشکال نداره. نرگس جون از کرمان به ما زنگ زده. قربونت برم. بگو آخرین تیکه آخرین... از پازل امروز ما. آخرین قسمت این معمای. بله میگن چی کار را که کرد نه دیگه کار را که کرد نرگس که تمام کرد. بله نرگس که تمام کرد. بذار ببینیم. بگو دیگه آب چهار. قربونت برم یه حرفی سردم بوده. نگاه فکر نداره که دیگه این میگیره میذاره اونجا. آ میره کجا؟ الف به چهار. آه به چهار. الف به چهار. چهار نرگس جون گفت. آفرین قربونت برم. مرسی نرگس جون. چون فرصت زیادی نداریم بریم یه میان برنامه کوتاه ببینیم ما برگردیم. تشکر. سلام بچه های گل تو خونه، خوبی بابا جا، سلامتی، دماغتون چاق، خواه خدا رو شد. امروزم بچه ها من میخوام براتون از کتاب مقدس بچه ها بخونم. بله این قسمتی که براتون انتخاب کردم در مورد زنده شدن عیسی مسیحه که از طرف مریم مجدلیه نقل قول میشه. بله چی داشتم میگفتم؟ بله داشتم میگفتم مریم مجدلی راجب زنده شدن عیسی مسیح اینطوری میگه. روز یک شنبه سر قبر عیسی مسیح رفتم. صبح خیلی زود بود، در واقع هوا هنوز تاریک بود. نزدیک قبر که رسیدم متوجه شدم یک نفر سنگ قبر رو از جلوی قبر برداشته. خب این دقیقا که یه بچه ها 3 روز بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب کرده بودن. پس برگشتم و به پتروس و یوحنا، دو تا از شاگردای عیسی مسیح رو پیدا کردم و به اونا گفتم. اونها خداوند رو از قبر بیرون آوردن و نمیدانم اونا کجا گذاشتن. بله بله چی داشتم میگفتم؟ داشتم میگفتم مریم مجدلیه داشته نقل میکرده، داشته صحبت میکرده، میگه من خیلی غمگین بودم و بیرون قبر داشتم گریه میکردم. بعد به داخل قبر نگاه کردم، دو تا فرشته داخل قبر نشسته بودن. دیدمشون اونا رو. اونا از من پرسیدن ای زن برای چه گریه میکنی؟ گفتم چون اونها خداوندم رو بردن و من نمیدانم اونا کجا پنهان کردن. بله چی داشتم میگفتم؟ داشتم میگفتم مریم مجدلیه داشت تعریف کرد. بعد به پشت سرم نگاه کردم، مردی رو دیدم که پشت سرم ایستاده بود. فکر کردم اون باغبان است. از او از من پرسید ای زن چرا گریه میکنی؟
دنبال چه کسی میگردی؟ گفتم آقا تو اگر او رو برداشته ای به من بگو کجا از پنهان کجا پنهانش کردی تا من برم اونجا پیداش کنم. بله چی داشته میگفتم؟ آها داشتم راجع به مریم مزدلیه صحبت میکردم. بعد اون مرد به من نگاه کرد و گفت مریم؟ بله او عیسی بود، او عیسی مسیح بود که زنده هم بود. به اون گفتم استاد، او گفتش که برو پیش شاگردانم به اونها بگو من پیش پدرم و پدر شما میروم و پیش خدا میروم تا بعدن شما برمیگردم باز پیش شما. بله چی داشتم میگفتم؟ آره راجب عید قیام یا همون جشن رستاخیز یا روزیه که عیسی مسیح از مرده ها زنده شد و برخاست. جشن رستاخیز عید خیلی مهمیه، هر سال در فصل بهار مسیحی ها در هر جا که باشن زنده شدن عیسی مسیح رو بعد از مرگ به یاد میارن و به همین خاطر جشن میگیرن. بله بچه ها اینم از داستان امروزمون، مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار شما. بله بله بچه ها برگشتیم و دیدیم که آقای لقمانی راجع به اون داستانی که پیش اومده بود که سنگو کنار زدن و اینا راجع به تو توضیح داد. حالا من یه تیکه از این کتاب قصه های شبانه نیکو میخوام براتون بخونم که آره که عیسی مسیح از کتاب مقدس اینطوری میگه. عیسی مسیح گفت مدت کوتاهی با شما هستم، حالا به دستورم خوب گوش دهید، شما یکدیگر رو محبت کنید همونطوری که من شما رو محبت کردم. من جایی میروم که شما نمیتوانید الان بیایید، بعدن خواهید آمد. ببین چقدر عیسی مسیح تکیه و دستور مهم داد که محبت کنید، به همدیگر رو ببخشید. بله محبت رو ببخشید. خدا محبت است و ما باید یاد بگیریم از عیسی مسیح همونجور که اون محبت کرد ما هم محبت کنیم شبیه عیسی مسیح شیم. چطور؟ با دعا کردن، با خوندن کتاب مقدس که ببینیم که عیسی مسیح چه چیزایی به ما یاد داده تا ما از اون یاد بگیریم، با اینکه به هم دیگه خوبی کنیم، فرقی نداره به همسایه‌مون، دوستمون، فامیلمون، به هر کسی که میبینیم بهش کمک کنیم و سعی کنیم که دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم و بهتر کنیم با محبت کردن. چطوره با همدیگه امروز دعا کنیم در این روز خیلی قشنگ، در این روز بسیار ویژه، روز قیام عیسی مسیح، که یک بار دیگه من و تمام دوستان عزیز تیم لبخند به شما تبریک میگیم جشن رستاخیز عیسی مسیح و بیاید دعا کنیم. تشکر کنیم به خاطر عیسی مسیح، به خاطر اینکه با این کارش به ما بخشش رو یاد داد، به ما محبت رو یاد داد، به ما یاد داشت که به ما یاد داد که نباید با دشمنانمون مثل اونا با بدی رفتار کنیم، بلکه با اونا رو ببخشیم، بلکه به اونا محبت کنیم و با این کارمون به اونا یاد بدیم که محبت و بخشش بهتره. دعا میکنیم. شکر میکنیم به خاطر عیسی مسیح، به خاطر این کار بزرگی که برای ما انجام داد و اینکه ما تونستیم با عیسی مسیح آشنا بشیم و ما میتونیم مثل اون بشیم، از کارهایی که اون کرد یاد بگیریم، مثل اون یاد بگیریم که همدیگر رو ببخشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، حتی دشمنانمون رو دوست داشته باشیم و اونها رو بتونیم ببخشیم. میدونم خیلی سخته، ولی اگه سعی کنیم میتونیم بیشتر بیشتر شبیه عیسی مسیح شیم و مرسی به خاطر اینکه تونستیم با اون آشنا بشیم. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. آمین. مرسی دوستای عزیزیاتون نره، مثل همین شعری که امروز شنیدیم در باری صبح، روزمون و صبحمون رو با دعا کردن شروع کنیم. که چقدرم خوبه. یادتون نره که تکرار برنامه های ما رو کی تماشا کنیم؟ بعد از صبح ساعت 8:30، یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر، دقیقاً همون شنبه ساعت نمیدونم ساعت 5 جانی چی میپرسید از هول میشه. دوستای عزیزم به ما زنگ زدن که متاسفانه نتونستیم باشون صحبت کنیم. شکوفه جان از شیراز، روناک و روژان خواهرای دوقلو از شیراز، رویا از جهرم، زهرا، فائقه، فرانک و فائزه از تهران. مرسی به خاطر اینکه به ما زنگ زدید. یک بار دیگه تبریک میگیم این روز قشنگ رو، روزی که ما جشن میگیریم به خاطر قیام عیسی مسیح و زنده شدنش از مردگان، روزی که پیروز شدن اون و مرگ پیروز شد. بله مرسی از اینکه همیشه به ما زنگ میزنید، برنامه ما رو تماشا میکنید. خیلی تو دوستتون داریم. تا یک جمعه دیگه ساعت 4 و یه لبخند دیگه، به خدا میسپاریمتون. خدافظ.
بیاد.